بله بسیار عالی بود. ای که ما مسئولیت داریم نسبت به قبال خود، خانواده و جامعه که لحاظ ایمان و تقوا باید هم خود رو به صورت کامل که هم به صورت قلب، عمل و زبان باید این آمادگی بر خود ما ایجاد کنیم در هر لحاظ و خانواده و جامعه خود ما را. پس اولین راه ایمنی از سنت استدراج و راهکاری که خود قرآن و ما بیان کرده است این است که ایمان داشته باشیم و تقوای الهی را رعایت بکنیم و اون تقوا را هم گفتیم در سطح کلانش، یعنی درست است ما در سطح فردی باید تقوا داشته باشیم، خانوادگی و اجتماعی. اگر یکی از اینا نبود چی میشه خانم فتی؟ مثلا یک نفر داریم ما که بسیار یک آدم با تقوا و با ایمان است ولی خب در بعد اجتماعی مثلا زیاد فعالیت نداره، نمیخواد مثلا در بعد اجتماعی مثلا زیاد، اما قدر که هم لحاظ فردی و خانوادگی مثلا میگیره تلاش خود میکنه برای خودش برای خانوادش، ولی بعد اجتماعی خودش شاید زیاد مثلا فعالیت نداشته باشه، آیا ایمانش کامل هست یا نه؟ ما اینو میگیم که میخوایم که در یک جامعه همگی ما به سعادت برسیم. همگی ما به مثلا کشتی نباشه. نه بله. کشتی که یک نفر در اون محل کشیشته میخواد همونجا را سوراخ کنه. خب مسلم است که کل او کشتی پر از آب میشه. دقیقاً میگم پس اگر میخوایم یک جامعه سالم داشته باشیم و خداوندم گفته است که من برکات ما در اون جامعه نازل میکنم، اون است که همه آحاد جامعه یعنی تقوای جمعی داشته باشیم. صرف تقوای فردی جامعه را به سعادت نمیرسانه. انشالله اگر ما این چنین جامعه داشته باشیم و سعی کنیم که خود ما را آماده بکنیم بر این جامعه، انشالله زمین ساز ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجها شریف خواهیم بود. انشالله. دقیقا همون که به امر به معروف و نهی از منکر هست. خب این نکته را عرض کنم که چرا خداوند از برکات یاد کرده. ما در سنت استدراج میگفتیم نعمت، درست، هیچ وقت از برکت یاد نکردیم. ما اصطلاحات را شنیدیم، مثلا میگیم نعمت، رزق و برکت. در این آیه شریفه که خداوند در سوره 92 یا سوره اعراف به این مطلب اشاره میکنه، از برکات یاد میکند. برکت چیست که خداوند بر ما وعده داده است که اگر شما تقوا و ایمان داشته باشین برکات بر شما نازل میشود. خب خوب است ما تفاوتهای نعمت و رزق و برکت را بدانیم. نعمت چیزی است که وارد زندگی ما میشود. خب بله، مثلا این نعمت چی باشد؟ ما چون روی بعد مالی صحبت کردیم، بیشتر گفتیم که کسی پول داره و پیسه داره، امکانات زندگی داره، رفاهیات دارد، در عین این که یک بنده خوب هم نیست. این صاحب نعمت است و ما از دور که میبینیم میگیم که ببین فلانی یا چی جوامع دیگر آدم های خوب هم نیستن، جوامع خوب هم نیستن، اما صاحب نعمت هستن، همه چیز هستن. حالا میتونه رزق روزی باشن، میتونه اولاد باشن. ما حالا استونه مثلا چیزای مادیش میخوایم صحبت بکنیم. درست است. پس نعمت اون چیز است که وارد زندگی ما میشود. مثلا فرد کار میکنه، از قبال اون کار کردنش پول دریافت میکنه. این میشه نعمت دیگه. امکانات زندگی بر ما میشه نعمت. خب در مقابل این یا هم ردیف یک چیز هم داریم به اسم رزق. بهم رزق فلانی زیاد است. درست است. پس یک کلمه دیگه به عنوان رزق اضافه. خب میگن که اگر از اون نعمت توانستی استفاده بکنی میشه رزق شما. خب مثال، درست، مثلا ما مقدار پول داریم و با این پول میریم میوه میخریم، 2 کیلو مثلا سیب میخریم. بله. هم میخریم. درست. از این نعمتی که وارد زندگی من شد، مثلا سهم من شاید 1 تا از او سیب باشه. خب. 2 تا از او سیب باشه. نهایتش دیگه. بله. خب این استفاده ای که من کردم میشه رزق من.
از اون نعمتی که مثلا 2 کیلو بود، بله 3 کیلو بود، درستم، به اندازه ای که من استفاده کردم او شد رزقش رزق. اینا درست. میگن رزق. حالا برکت چیست؟ برکت به ثمره و نتیجه و اون چیزی که فایده دارد و اون میگن برکت. خب مثلا ما فکر میکردیم که مثلا اگر یک زمان مثلا بر فرض یک خانواده 6 نفره مثلا میرن 2 کیلو میوه میخرن، خب اونا کلشان نام خدا مثلا میوه رو میخورن، یک چیزی هم اضافه میمانن، میرن میگن خدا برکت داده ای، همون میشه؟ بله، برکت به این صورت است. آه. برکت یعنی چیزی که استقرار دارد، یک موهبت پایدار میگن برکت. با مثال توضیح میدم که عزیزان خوب متوجه بشن که درست. تفاوت مثلا نعمت، رزق و برکت چیست. شاید یک کس نعمت داشته باشد اما از نعمت خودش نتواند استفاده درست. کنه. چرا؟ مثلا من این مثال رو نمیخوایم تعمیم بدیم، حالا شاید یکی به یک لحاظ مریض باشد یا مثلا سنش اقتضایی رو نکنه. درست. مثلا صاحب نعمت داره، پول فراوان داره، میتونه انواع و اقسام غذای خوب استفاده کنه اما نمیتواند رزقش نمیشود. چرا؟ مثلا دیگران، فرزندان اون خانواده میتونن چلو کباب استفاده کنن، این شخص که خودش صاحب نعمت است، خودش زحمت کشیده، درست. اون نعمت را وارد زندگی کرده، خودش نمیتونه استفاده بکنه چون اگه بخوره میره فشارش بالا. خب چطور میشه بازی؟ خب میخوایم تفاوت‌ها رو بیان کنیم، بگیم این خب نعمت یعنی اون دارد. رزقش نه، نبوده، نیست، نمیتونه رزقش از نیست. نعمت خودش استفاده درسته. بکنه. اگر استفاده کرد میشه رزقش، اگر نکرد فقط این شخص صاحب نعمت است. همین. درسته. خب حالا اگر برکت داشت، نتیجه مثبت داشت، مثلا اون شخص از این سیب استفاده کرد و انرژی گرفت، با او یک کار خیر، یک کار خوب انجام داد، نماز خوان، کمک کرد به والدین خودش، بله. این میشه به ثمره اون نعمت و برکت رس میگم. میگیم برکت.